سلام روش خوبی؟ سلام عزیزم جانم من شینم بیت کوین کار میکنیم شما نه؟ بیت کوین بله بله بیت کوین کار میکنیم من یه ذره پول نقد دارم خواستم بشوری شما باسه. بشوری؟ من ماشین لباس شویی ماشین شو... لباس شویی چیه دادش میگم پول نقد رو بخوام بشوریم پول کای نداشته باشه از کجا اومده؟ خب بشورمش بتونمش خ... بتونم خرجش آه. کنم چه چرا چرا تو بیت کوین داره حالا بیت کوین مگه نمیگه کار میکنه خب بیت کوین واسه همین بیت کوین مگه واسه پولشویی نیستش آه. فکر کنم که کار امروز اون در اومد امروز میخوایم در مورد بیت کوین و پولشویی صحبت کنیم خب برای اینکه بفهمیم بیت کوین به درد پولشویی میخوره یا نه اولین کاری که باید بکنیم اینه که اول کمی راجع به پولشویی صحبت بکنیم و ببینیم اصلا چی هست تعریف خیلی ساده پولشویی این هستش که شما میخواین منبع یک پول رو که از روش های غیرقانونی به دست اومده از دولت ها و پلیس ها مخفی بکنید چطور این کار رو میکنین؟ چند تا روش سنتی برای این کار وجود داره به طور خاص پنشیش داشت امروز با هم مرور میکنیم روش اول استرکچرینگ یا اسمرفینگ هستش که شما یک پول بزرگی رو که دستتون هست از روش های غیرقانونی به دست اومده رو خوردش میکنین و باش ترکنش های کوچیک کوچیک انجام میدین تو اکانت های مختلف که قابل ردیابی نباشه روش دیگه اسمایل کردنه بردن پول از یک کشور به یک کشور دیگه یا از یک جورستیکشن به یک جورستیکشن دیگه راه های مختلفی وجود داره مثلا دیده میشه که پول نقد جابجا به جا میکنن مثلا کارتل توی فیلم های کارتل اگر دیده باشین این موضوع زیاد هستش یا اینکه طلا و تبدیل به طلا و جواهرات میکنن و طلا و جواهرات رو از مرز رد میکنن و به این شکل پول رو تمیز میکنن وقتی که وارد یک کشور دیگه میشه اونجا دوباره میتونن ازش استفاده بکنن راهکار دیگه که وجود داره خرید و فروش هستش خرید و فروش به طور خاص ملک خیلی موضوع وجود داره و به قیمت خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر خرید و فروش میکنن و به این شکل بین دو نفر پول جابجا جا میشه بدون اینکه قابل رهگیری باشه و قابل دنبال کردن باشه که این پول از کجا آمده مخصوصا پول نقد راه مهم دیگه ای که خیلی زیاد استفاده میشه استفاده از کازینوها هستش در کازینوها پول به شکل نقد خیلی زیاد وجود داره به شکل چیپ توکن خیلی وجود داره و این چیپ ها رو میتونن با هم جابجا بکنن بدون اینکه کسی ببینه و متوجه بشه و مورد آخر که شاید مهمترین و پر استفاده ترین مورد باشه استفاده از شل کمپانی ها هستش کمپانی هایی که تقریبا وجود خارجی ندارن هیچ کار خاصی انجام نمیدن و تنها دلیل وجودشون این هستش که پول غیرقانونی بیاد توشون و تبدیل به پول قانونی بشه خب حالا که متوجه شدیم پولشویی چیه بیایم ببینیم چرا بیت کوین به درد پولشویی نمیخوره اولین نکته بیت کوین این هستش که رد پای هر تراکنش ابدی است اگر میپرسین چرا حتما پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینید ویدیویی که طرز کار بیت کوین رو به طور کامل توضیح میدیم و به طور خلاصه اگر که یک کمی در مورد بلاک چین شینده باشیم بلاک چین رو روی هم ساخته میشه هر بلاک روی بلاک بعدی ساخته میشه و در هر لحظه همه تراکنش ها از اول وجود بیت کوین تا به الان قابل دسترسی هستش و هر کسی هم میتونه ببینتش هیچ جا مخفی نشده عیان هستش و کاملا میشه که دنبالش کرد و میشه رد پای هر پولی رو تا ابتدایش به دست آورد پس اینکه رد پای هر تراکنش ابدی هستش یکی از مواردی هستش که بیت کوین خیلی به درد پولشویی نمیخوره هدف پولشویی اینه که رد پاتون رو پاک بکنین ولی اگه قرار باشه همه رد همه تراکنشاتون معلوم باشه یک کلمه این کار رو سخت میکنه این مورد ثابت شده است چرا که خیلی از مجرما وجود داشتن چندی از مجرما حداقل وجود داشتن که بعد از سالها که تونستن در از دست قانون و خیلی سالهای زیادی زندگی کنن به خاطر همین قابل ردگیری بودن بعد از سالها گیر افتادن و در واقع دستشون رو شده چون میگم چیزی نیستش که امروز و فردا باشه و از بین بره تا ابد هستش مورد دومی که استفاده از بیت کوین و کلا کریپتوکارنسی ها رو خیلی سخت میکنه برای پولشویی این هستش که تبدیل به فیات و از فیات به بیت کوین و کریپتو خیلی سخت هستش. منظورم از فیات ارزهای کلاسیکی هستن که میشناسیم دلار ریال یورو اینها رو فیات مینامیم و خب شما حتما دیدین که موقعی که میخواین پولتون رو پولی که تو بانک دارین رو تبدیل به کریپتوکارنسی بکنید معمولا با مشکلات خیلی زیادی مواجه میشین صرافی هایی که این کار رو انجام میدن 99 درصدشون KYC یا نو یور نیاز دارن احراز هویت نیاز دارن و این خب باعث میشه که دقیقا معلوم باشه این پول از کجا رسیده به دست کی رسیده و بعد از اون هم که قابل در رهگیری هستش حتی اگر که یک پولی به شکل بیت کوین دست شما برسه بالاخره میخواین این پول رو خرج بکنین دیگه و برای خرج کردنش مجبور هستین تبدیلش بکنین به فیات و اونجا که دارین تبدیل به فیات میکنین معمولا مشخص میشه که کی داره این کار رو انجام میده خب ممکنه که از خودتون بپرسین خب داستان چیه چرا همه میگن که بیت کوین برای پولشویی استفاده میشه مخصوصا اگر بریم به صحبت مقامات مخصوصا صحبت مقامات آمریکایی نگاه بکنیم به طور خاص به صحبت خانم جنت یلن اگر نگاه بکنیم وزیر خزانه داری آمریکا میبینیم که بارها و بارها در جایگاه های مختلف اظهار کرده که کریپتوکارنسی ها و بیت کوین بسیار زیاد بر از توسط خلافکار استفاده میشن و برای کارهای غیرقانونی اما این صحبت تا چقدر صحت داره بیایم با هم به داده ها نگاه بکنیم از سازمان ملل عددی منتشر شد در سال 2020 که در جهان بیش از 5 درصد تولید ناخالص در تراکنش های پولشویی این بر میشه این 5 درصد معادل 4 تریلیون دلار هستش 4 تریلیون دلار معادل 4000 میلیارد دلار هستش که عدد قابل توجهی هستش اما اگر به تمام تراکنش همه کریپتوکارنسی ها نگاه بکنیم در طول یک سال فقط صرف معمی درصد حجم معاملات به شکل پولشویی و برای موارد غیرقانونی هستش که این عدد در سال میشه حدود 10 میلیارد دلار کماکان به نظر عدد بزرگی میاد اما در مقایسه با 4000 میلیارد دلار تقریبا هیچ عددی نیستش و حتی در مقایسه با کل تراکنشی که داره روی شبکه انجام میشه هم بسیار بسیار ناچیز هستش پس خب چرا باید همچین حرفی گفته بشه چرا خانم جنت یلن یا مقامات دیگه این حرف رو میزنن قبلا در ویدیوهای دیگه هم صحبت کردیم اگر این چنل رو دنبال میکنین حتما میدونین که خیلی از دولت ها طبیعتا با چاپ پول کلی کارهای مختلف میکنن و این پول چاپ کردن معمولا به ضرر مردم هستش و به نفع کسانی که کنترل روی این پول های چاپ شده دارن و خب طبیعتا بیت کوین و سایر کریپتوکارنسی البته به خاص بیت کوین بیشتر خب جلوی این قضیه رو میگیره و نمیتونه و این قدرت رو از این آدم ها میگیره و خب طبیعی هم هستش که بخوان با این موضوع مقابله کنن اما آیا صحبت هایی که میکنن همشون درست و قابل اتکا هستش به نظر نمیاد اینطور باشه حداقل وقتی که به اعداد نگاه میکنیم از طرف دیگه راه های خیلی ساده برای در واقع تراکنش های غیر قانونی وجود داره برای پولشویی وجود داره همونطور که گفتم از 4 تریلیون دلار فقط ده میلیارد دلارش توسط کریپتوکارنسی ها اتفاق میفته و بقیهش داره از راه دیگه منتقل میشه چون ساده تر هستش و احتمال گیر افتادن توش کمتر خب ممکنه که از خودتون بپرسین خب پس هیچ راهی وجود نداره که بشه با رمزارزها ها پول شویی کرد و ان باشه اولا اگر خلافکار هستین و پولی از راه خراف به دست آوردین ازتون خواهش میکنم که بریم و اون پول رو به صاحبان اصلیش برگردونی از اینجا بعد ویدیو صرفا آموزشی خواهد بود راه وجود دارد این طور نیستش که راهی نباشه راه های سختی هست انقدر سخت که راه های دیگه راه های کلاسیک و سنتی رو خیلی آسان نشون میده دو تا راه اصلی این وسط وجود داره اولین راه استفاده از میکسر های بیت کوین هستن یا ولت های میکسر هستن که خیلی خلاصه بخوایم بگیم چند تا پول از چند تا ولت رو برمیدارن با هم قاطی میکنن و بعد دوباره پخش میکنن توی سری ولت های جدید جزئیات بیشترش رو اگر میخوایم میتونید در وبینار کلید اسرار بیت کوین که لینکش رو براتون در کپشن میذارم مشاهده بکنید راه دیگر استفاده از کوین ها و کریپتوکارنسی هایی هستند که به طور کامل انونیموس هستند به طور کامل غیر قابل ردگیری و رهیابی هستند مثالش رمزرز مونرو هستش که خب برخلاف بیت کوین که همه میتونن همه تراکنش ها رو ببینن در مونرو هیچ تراکنشی قابل دیدن نیستش و خب این میتونه که بالقوه یک راهی باشه برای جابجا جا کردن پول بدون اینکه بخوایم کسی پیداش بکنه خب پس حل دیگه پس میتونیم از مونرو استفاده بکنیم یا از بیت کوین میکسر ها استفاده بکنیم برای اینکه مشکل رو حل بکنیم واقعیتش نه کماکان اون مشکلات اصلی سر جاشون هستن کماکان شما نیاز دارین که پولتون رو تبدیل به کریپتوکارنسی بکنیم و از کریپتوکارنسی تبدیل به پول فیات بکنیم برای خرج کردنش و توی این تبدیل ها همیشه یه نفر هستش که ببینه کی داره این تبدیل رو انجام میده و همچنین خود بیت کوین میکسر ها چندین چند تاشون در طی چند سال اخیر توسط اف بی آی هک شدن توسط CIA هک شدن و الان دیگه اون کاری که باید انجام بدن اون مخفی کردنی که باید انجام بدن رو نمیتونن انجام بدن پس در کل بهتون پیشنهاد میکنم اولا خلاف نکنید پول خلاف اگر دستتون دارین خواهش میکنم که برگردونین به صاحبان اصلیش و اگرم میخواین خلاف کنین و اگر میخواین پولشوی کنید خواهش میکنم از کریپتو استفاده نکنید ممنون از اینکه تا اینجا کار همراه ما بودید مراقب خودتون باشین و در ویدیوی دیگر میبینمتون فعلا خدا نگهدار